با سلام خدمت شما عزیزانم، صابر هستم در یک روز دلانگیز فصل پاییز. برای درخت ها و گل ها و گیاه ها هر فصلی مناسب حال و روز و شرایط خودش رو داره. خیلی از نقاط جهان هستن که زمستان ندارن، همیشه بهارن، مثل سان فرانسیسکو یا خیلی از نقاط از کره زمین که همیشه بهار هستن، مثل هوایی، یه بخشی از حتی فلوریدا یا جزایری هستن که در وسط اقیانوس هستن، همیشه بهارن. در اونجاها ما بسیاری از گیاه‌ها رو به راحتی میتونیم ازشون استفاده بکنیم و به مشکل بر نخوریم. حسن یوسف امروز موضوع بحث ما خواهد بود. حسن یوسف یکی از زیباترین گیاهانی هستش که ما ایرانی‌ها بهش علاقه‌مندیم. نه تنها ما ایرانی‌ها، بلکه بیشتر مردم جهان به حسن یوسف علاقه خاصی دارن. حسن یوسف ساقه چارگوشی داره، گرد نیست، حالت چارگوش ماننده، شیاره‌های خاصی که بغلش داره و برگ‌هاش سبز و زرد و زرد قناری، قرمز یا ارغوانی مایل به سیاه. این گیاه دائمیه، یعنی شما میتونید این گیاه رو برای قرنها نگهداری کنید به شرطی که سرمای یخبندون نبینه. و بهترین کار هم اینه که آخر نیمه های تابستان تا آخرهای پاییز از این گیاه ما قلمه بگیریم. از این گیاه ما به شکل قلمه و بذر میتونیم بکاریم. قلمه رو به دو شکل ما میتونیم استفاده بکنیم. یک قلمه بذاریم توی آب ریشه بده و بعد قلمه دیگه که الان بهتون نشون خواهم داد هر دو حالتش رو میتونیم ما در گلدان بکاریم مستقیم. و بذرش هم که بهتون نشون میدم که چجوری بذرگیری بکنید از حسن یوسف، بسیار ساده است. به همین دلیل ما باید وقتی که میخواییم قلمه بزنیم یادمون باشه قلمه ها رو از انتهای ساقه ها میزنیم، از این بالا ها نمیزنیم، از این پایین، از انتهای ساقه ها میزنیم که بتونیم قلمه های خیلی ظریف‌تر داشته باشیم. و یادمون هم باشه که حسن یوسف رو کوتاه نگه داریم. اگر بخوایم ازش گل بگیریم، مثل من که این پشت سرم گذاشتم بمونه گل بگیره، یه خودم سرما اذیتش کرده، برگاش به خاطر من افتاده شده، درست میشه برمیگردونش داخل ساختمون، مشکلی نیست. برای 5 تا 8 سانتی متر از ساقه ها میبریم و عرض کردم یا داخل آب و یا در داخل خاک کامپوست میکاریم. در نور ملایم باید باشه وقتی که قلمه رو میزنیم، در نور مستقیم خورشید قرارش ندیم. 18 تا 20 درجه سانتیگراد لازمه در اون هوا بمونه، نور کامل ولی نور مستقیم خورشید نه. یه نور ملایم خورشیدی یک ساعته از روش رد بشه عالی میشه. و یادمونم باشه خاکمون همیشه باید مرطوب باشه، خیس نه، مرطوب. البته حسن یوسف جزی از گیاهانیه که بسیار آبخورش زیاده. اگر بیرون بود، تابستون بود، بهار بود، آب بدید، مرتبش آب بدید، بذارید از ریشم آب تخلیه بشه بره. گلدوناتون هم یادتون باشه حتما باید طوری باشه که از زیر گلدوناتون آب تخلیه بشه بلافاصله، نه قطره قطره. یعنی آب باید عبور بکنه از خاک، آب نباید تو گلدون باقی بمونه. و بعدش وقتی که کاشتین، بعد از 10 تا 14 روز اصولا چه در آب چه در خاک باید قلمه هامون ریشه بدونن. وقتی که ریشه دووندن میکارمش داخل خاک. و یادمونم باشه وقتی که داخل بطری میذاریم قلمه رو، هیچ وقت بطری پر از آب نکنیم، نیمه باشه. اون قسمت که داخل آبه ببینید ریشه نمیده، از بالای سطح آب ریشه ها شروع میشه به تولید شدن. حالا تو بخشای بعدی بهتون نشون میدم. وقتی کاشتید اون وقت میتونید مطمئن شدید که گیاهتون ریشه داره، در مجاورت نور خورشید قرار میدید. ولی نور خورشیدمون هم یادمون باشه روزی 3 تا 4 ساعت بیشتر به حسن یوسف نتابه. و گلدون ها رو جلوی نور خورشید که قرار دادین، رطوبت مناسب
برای زندگی حسین یوسف که بتونه ایدئال زندگی بکنه رطوبت هوا بین 50 تا 70 درجه درصد میتونه باشه. نور و گرمای زیادی میخواد، آبیاری فراوان میخواد، خاکش باید قلیایی باشه، روزی 3-4 ساعت بیشتر در مقابل خورشید قرار نگیره. از فروردین تا مهر ماه هم کود مایه 20-20-20 بهش میدیم. خاک مناسبی هم که اگر کامپوست گیرتون نیمت، خودتون اگه میخواید ترکیبش رو درست بکنید، خاک برگ، ماسه و خاک کهنه باغچه باشه. بهترین دمام برای زندگی دائمی حسین یوسف که دیگه تو گلدن و ریشه داره و مشکل نداره 25 تا 30 درجه سانتیگراده. برگای حسین یوسف به آب پاشی نیاز داره، یادتون باشه. بهترین کارم اینه که اگر داخل ساختمون حسین یوسف رو نگه میدارید در کنار بخاری و اینا قرار ندید، از شیشه پنجره فاصله بدید، چون گرما به یک باره وقتی آفتاب در فصل زمستون به خصوص میتابه به شیشه پنجره، سعی کنید حسین یوسف هاتون رو به پنجره های جنوبیتون بذارید نه به شمالی، که غروب بشه یه نم نور خورشید رو بگیره، هیچ وقت نچسبونید به شیشه. و بهترین روش هم اینه که برای اینکه حسین صفاتون سالم باشه و زیبا بمونه، داخل یک لیتر آب یک قاشق مرباخوری مایه ظرفشویی بریزید، تکونش بدید، بعد بریزید توی یک چنین آب پاشی و به این حالت اسپری کنید روی سر و صورت حسین یوسفتون. حسین یوسف اگر خشک بشه بعدها حالا براتون توضیح میدم به چه مشکلاتی برخورد میکنه. پس آب پاشی رو باید حتما انجام بدین. اگر آبی که در منطقه زندگی میکنید که خیلی جاها مثل دبی و امارات متحده عربی و حتی شاید بوشهر و اون طرف های ما باشه که آبها بسیار املاح دارن، آب رو بجوشونید بذارید سرد بشه، بعد بریزید به پای ریشه های حسین یوسفتون، چون اگر آب املاح داشته باشه به صورت ساقه ها سیاه میشه. و همیشه حسین یوسفاتون رو کوتاه نگه دارید، یادتون باشه هر چقدر کوتاه‌تر باشه زیباتر و پرگل‌تر میشه. دو تا بیماری همیشه تا یادم نرفته، اگرم یه وقت میخواید حسین یوسفاتون خوب و سرحال و زنده باقی بمونن، هر بهار گلدوناش رو عوض کنید. و دو تا بیماری همیشه حسین یوسف رو تهدید میکنه، یکی شیپیشک آرد آلود بهش میگن که روی برگهای حسین یوسف حالت آرد بشینه روش، و آفت بعدی هم که این آفت شته هست. شته وقتی که وارد این حسین یوسف شد باید با آب ولرم حتما این برگها رو با اسپری بزنید روش، بریز با آب ولرم نه آب داغ بزنید تا مطمئن باشه که شیپیشک آرد آلود یا همون شته ها از بین رفته. اگر شته ها دیدید از بین نمیره، خیلی طولانی شد، وردارید از حدود 2 اینچ باقی بذارید بمونه، قیچی بکنید از این ته با زاویه 45 درجه دوباره رشد خواهد کرد، خیالتون راحت بشه و این بار بسیار عالی و زیباتر. در غیر این صورت شته ها آزارش میدن، نمیذاره رشد بکنه. چند علت وجود داره برای افسردگی، پژمردگی و ریختن برگ حسین یوسف. یادمون باشه همیشه موقعی که میخواییم آبیاری بکنیم، اگر آب زیادی بهش بدیم برگ ها شروع میکنه به شور شدن و رنگشون رو از دست دادن. وقتی که حسین یوسف رنگش رو داره از دست میده، یادتون باشه که نور بهش کم رسیده. پس نوردهی و آبیاری خیلی مناسبه، و زمانی هم که خیلی آفتاب شدید بهش بخوره، خیلی خشک بشه، گفتم بین 50 تا 70 درصد رطوبت لازم داره. وقتی هم که هوا خیلی خشک بشه و نور مستقیم خورشید ساعت‌ها بهش بتابه، باز ممکنه برگ‌ها شروع بکنه به آویزون شدن. اون موقع حتما آبیاری بکنید که نگذارید حسین یوسفتون از حالت طبیعی خارج بشه. و در نهایت نور مستقیم خورشید رو گفتم 4 ساعت بیشتر اجازه ندید بهش، چون وقتی که 4 ساعت بیشتر باشه شروع میکنه به
افت کردن. و بذرگیری هم از حسین یوسف بسیار ساده است، بسیار آسونه. اگر این بوته رو ببینید اینجا، من شب گذشته یا دو شب گذشته به دلیل سرما و اینا ناچار شدم اینجا حتی به یخ بندون رسید شبش، روی این حسین یوسف رو با پلاستیک ببندیم، چند تا از شاخه ها شکستن، مثل این مثلا. ببینید این شاخه از این ته شکسته. اینو هیچ وقت به این حالت نباید در گلدون قرار بدیم. این حالا جون نمیگیره، به این دلیل که اولا که ساقه خیلی زخیمی داره. بذار اول اینو هم برگردم توی آب، وقتی هم که یادمون باشه هر وقت که میخواییم از قیچی باغبونی، چاقو، قیچی، حالا هرچی برای هرس کردن یا قلمه گرفتن یا هر چیز، برای هر گیاهی نه تنها حسین یوسف، حتما با الکل بهترینه. چرا بهترینه؟ به این دلیل که الکل خیلی سریع میپره، نمیمونه خیس روی بدنه اشیایی که بهش مالیدید. به همین دلیل من توصیه میکنم که با الکل. اگه الکل نبود بنزین، اگر بنزین نبود وایتکس دیگه. به قول ما ایرانی ها میگن وقتی مادر نبود باید با زنبابا ساخت. وقتی تمیز کردین مطمئن شدین، اگر شاخه شکسته بود به این حالت بازابیه 45 درجه میبریم و درون آب قرارش میدیم. یادمونم باشه که اگر بخوایم الان ببینید، این رو از بذر ما کاشتیم، به این حالت اومده بالا. حالا یادمونم باشه وقتی که توی آب قرار میدیم، حتما آب رو هر 3 روز 4 روز یک مرتبه عوض کنیم. من آب اینو تخلیه میکنم که براتون میخوام توضیح بدم که چجوری باید انجام بدیم روی این کار. خب وقتی که توی بطری آب گذاشتید حسین یوسف رو، یادتون باشه که هیچ وقت به زور نخواهید از توی دهنه بطری خارجش بکنید، چون اگه بخواید به زور از دهنه بطری خارجش بکنید، اون وقت اون ریشه ها بسیار حساسن و ضعیفن و به مشکل بر خواهند خورد. رو همین اصل بهترین روش اینه که ما حسین یوسف رو زمانی که میشکافیم دهنه بطری رو به این شکل نرم، ببینید این ریشه الان در اومده. یادمونم باشه هیچ وقت بطری رو پر از آب نمی کنیم، نیمه میذاریم که ریشه از این بالا به ترتیب شروع میکنه به باز شدن. حالا برای کاشتن این حتما روشش خیلی 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 ساده است. ببینید اولا که تای گلدونمون وقتی سوراخه، بهترین کار اینه که یه تیک سفال قرار بدیم اینجا. سفال بهتر از هر چیزیه. سفال اگر طوری باشه که جریان آب رو نبنده، یک خاک نرم بسیار بسیار ملایم. و من دستکش اول دستم بکنم، سوای گلکاری و طبیعت و زیبایی مراقب خودمونم باید باشیم دیگه، دستامونو باکتری احاطه نکنه که بعدا به مریضی و بیماری مبتلا بشیم. خب این خاک کامپوسته. اگرم خاک کامپوست نداشتید، گفتم بهتون از خاک برگ، ماسه و خاک کهنه باغ استفاده میکنید. اینم باز کنم من یه مقدار ازش. ببینید خاک مناسب و عالی برای یک بوته باید این شکلی باشه، بسیار نرم. ببینید به همین نرمی باشه، خاک رس باشه، چسبیده باشه به درد نمیخوره. خب حالا وقتی این کار کردیم، اولا که باید اینجا رو به حالت تپه در بیاریم داخل گلدون رو. ببینید ریشه رو نباید کاری بکنیم که فشار بدیم روی خاک. این یادمونم باشه چون تا الان این ریشه درون آب بوده، بهش اکسیژن کامل و سری میرسیده، رطوبت کامل و سری بهش میرسیده. از الان به بعد اگر رطوبت کامل بهش نرسه دیهایدرت میشه و شروع میکنه به پژمردگی و افت گیاه. پس ما باید بعد از اینکه
این کار رو کردیم، اولا که این خاک اگه دقت کنی خودش رطوبت داره درون خودش، به این دلیل که اصلا خود کمپانی که این رو درست میکنه مرطوبش میکنه و درون پلاستیک میذاره که هوا نکشه و رطوبتش باقی بمونه. فشار شدید به خاک نمیارید چون ریشه خیلی حساسه، باید بسیار نرم و آروم دور این رو به این حالت با خاک پر میکنیم. تموم شد، به همین سادگی به همین راحتی. خاکتون هم سعی کنید یه خود از سطح گلدونتون پایین تر باشه. حالا دیگه اینو از اینجا به بعد بسیار مهمه آبیاری این. بذار من یه خود به این آب با یک آب بیدم. هیچ وقت بی آب نباید باشه. ببینید یه آبیاری خیلی مختصر و کوچولو تموم شده، ولی الان حالا که این کار رو کردیم باید این گل رو ازش جدا کنیم. بازم تیغمون رو تمیز میکنیم با پنبه الکلی. این گل دیگه از اینجا به بعد دیگه باید از این جدا بشه، چون وجودش باعث میشه که این بوته رشد کافی نکنه. این دیگه خداحافظ، کاری به کاری نداریم. حالا بذرگیری همونجا که شما باشید، من الان توضیح میدم بذرگیری چقدر آسون و راحته. میذاریم حسین یوسفون اینجوری گل بده. وقتی که گل داد، این الان کامل گل داده. ما این از همینجا که گل داده میبریمش. اون ظرف آبی رو به هم بدین لطفا. خیلی خوب، میذاریم توی این. این به این یه ظرف سفید تمیز بردارید، اینا رو ببرید اینجا. از هم بهتون توضیح میدم که باید چیکار بکنید. هم میذارمش اینا رو اینجا. این روش بذرگیری از حسن یوسف بسیار ساده است، بسیار آسونه، به شرطی که حواسمون باشه. بیشتر از این دیگه من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، بیام اینجا تا بهتون توضیح بدم که چجوری میشه بذرگیری کرد. خب پس اینو که از بذر کاشته بودیم کنار، این قلمه رو میذاریم کنار. ببینید اینها رو الان به این حالت میتکنیم تو اینجا، دقیقاً به این شکل. اینا رو لختش رو میکنیم تموم به این حالت، با دست میکشیم همش ریخته بشه توی یه ظرف سفید و تمیز و خشک. چون بذرا به حدی ریزن و به حدی حساسن که با یک رطوبت حتی عرق کردگی دست میشه به دست. ببینید به همین راحتی اینا رو ما الان انجام دادیم. حالا میخوام بذرا رو بهتون نشون بدم. این ببینید انگشتانو، ببینید این دونه ها رو من الان انگشتم خیس میکنم. ببینید این الان بذره که داخل، ببینید تعداد بذرا الان من، ببینید الان 4 تا بذر به انگشت من چسبید. اینا رو به همین سادگی به همین راحت 5 تا بذر. این الان این دیگه نیازی هم نیستش که اینو بخواید بریزید دور، به این حالت انجام اگه بدید، اگر بذارید یه خورده دیگه هوا بخوره این برگ های گل برگ ها خشک میشه، سبکتر میشه. با یه فوت یا با یه تکون به این حالت بدین، اینا راحت میاد بالا. و بذرها رو اینجا شما میبینید که الان چقدر، ببینید من اینا رو بذار بکشم کنار. اینجا الان ببینید این نقطه پر از بذره. ببینید انگشتان رو ببینید، این الان همه بذره. خب حالا نحوه کاشتن بذر خیلی ساده است. یک گلدون کوچیک، باز دوباره کفش رو اینجوری سفال خورده بریزید، اصلا نباید فضا به وجود بیاد. بازم دستکشم من دست بکنم، ولی اونایی که قصد تجارت دارید با حسن یوسف، بهترین کار اینه که در شونه های تخم مرغ، همین شونه های معمولی تخم مرغ رو انتخاب بکنید، تو هر شونه یه دونه از این بذرها بندازید، خاک رو پر کنید، به یک باره 24 تا 12 تا حالا هر چند تاست اینا روش میکنه میاد بالا. خب خاک رو به این حالت، خاک حتما باید کامپوست باشه، یادتون باشه خاک ببینید دارای پرلایت باید باشه، بسیار باید رطوبت گیر باشه. خب الان
خیلی ساده است. ببینید اینهاش الان اینجا ببینید من بریزم کف دستم. ببینید الان 18 تا بذر الان تو دست منه. اینو به همین سادگی ببینید خلاص میپاشیم اینجا. حالا به اندازه 2 اینچ از این خاک فرلاد رو تخت میکنیم، فشارم بهش نمیاریم. حالا اینجا به بعد دیگه اینو نباید، این بطری من آبش تموم شده، بذار من بهش آب بریزم، بذار من توی این آب کنم. از اینجا به بعد دیگه این یادمون باشه این گلدونی که توش بذر کاشتیم هرگز آب نباید روش ریخته بشه. وقتی ریخته بشه عقیم میشه بذر. باید ببینید هر روز هر روز هر روز در اینکه رطوبت بمونه به این شکل یه آب پاشی ملایم تموم شد. این بذر الان میمونه کنار 14 روز، خیلی اگه مصاحب بشه 10 روز طول میشه تا ریشه بدونه. این تا اینجا. حالا میایم سراغ این که دیگه الان دیگه زمستون رسیده و باید دیگه ببریمش داخل ساختمون. گلدون میتونه استفاده کنیم، گلدون های بزرگ مثل این. دست خواهر زن من درد نکنه، خواهر خانم هم البته درد نکنه، دوست خوب و مهربونم با شوهر گلش که این گلدون ها رو به من هر سال کلی دوستان دیگه مونم چون میدونن من به گل گیاه علاقه دارم، صدها گل و گلدون به من دوستان هدیه میدن. این رو حالا قصد داریم که منتقل بکنیم. اینا رو ببینید شده یک بوته درخت. یه مقدار تو این حالا خاک بریزیم اول. خب خاک رو زیاد نیاریم سطحش رو بالا که بتونیم اینو نرمش بکنیم. حتما این خاک رو نرم بکنیم. با یک حالا گاردن فورک اینجا بهش میگم، من نمیدونم تو ایران چی بهش میگم. برحال ببینید اسمش رو حالا هر چی خودتون اسمش میذارید، من میگم گاردن فورک. فرو میکنیم داخل خاک به آرومی. این رو سال آینده دوباره ما میتونیم منتقل بکنیم توی باغچه یا توی گلدونای بسیار بزرگتر. هر بهار یادتون باشه حسین صف و خاکش رو عوض کنیم. ببینید به همین راحتی از 4 طرف وقت که این الان با ریشه کامل اومد بالا، این رو میذاریمش این تو خیلی ساده و راحت. بعد دورش رو یه خاک خیلی نرم ملایم پر نمی کنیم دیگه، بیهوده خاک رو پر نکنیم روش. برای سال آینده این الان یک بوته بسیار بزرگ و زیبا و عالی ما داریم که نیاز به رفتن و خریدن مجدد نیست. ببینید در همین حد بیشتر نه، ولی اینو باید حتما فشار بدید یادتون باشه چون ریشه ها قویه، ریشه ها کهنه است. اگر فشار ندین اون خاک به خاک جدید نمیچسبه و احساس تنش میکنه. این دیگه الان باید از این محیط بره بیرون، دیگه نباید دیگه در فضای آزاد من اینو نگرش دارم. باید اینو ببریمش داخل ساختمون نور کامل و خوب بگیره. اینم یه آبیاری به این حالت انجام میدیم روش با یه نور مناسب عالی. یادمونم باشه اگر میخواییم گل و گیاه خوب در فصل زمستون نگهداری بکنیم، در اتاق که شومینه یا فایر پلیس به قول این وریا روشنه، چه گازی چه چوبی، هرگز گل و گیاه نگهداری نکنید. در خونه هایی که توی ایران من یادمه یه بخاری های چی بود گازی بود که به دیوار میزدن، از اونا اگر هستش هرگز استفاده نکنید. بخاری های برقی هم که نور حرارت خیلی شدید میزنه به روبروش، اینها رو روبرو قرار ندید. سعی کنید در مجاورت اتاق قرار بدین که در اون اتاق حرارت هست و
جایی باشه که رفت و آمد باشه مرتب، مثل راپله‌ها. راپله‌های آپارتمان بهترین جاست برای اینجور جاها، راپله‌هایی که توش شوفاژ داره، یا اتاقا یا گاراژایی که توش شوفاژ دارن، بسیار جای مناسبیه. وقتتون رو بیشتر از این نگیرم، دوستتون دارم با تمام وجودم. بیایید دست به دست بدیم همه با هم، فرق نمی‌کنه ما هر جای کره زمین که باشیم، ما جزی از مخلوقات روی زمین هستیم. خداوند در همه رحمین همه چی رو آفرید، ما را هم در کنار این موجودات و این گیاه‌ها و نباتات آفرید. ما موجودات انسانی تنها موجوداتی هستیم که داریم فقط از کره زمین استفاده نامعقول می‌بریم. بقیه حیوانات کاملاً اگر استفاده می‌کنن برمیگردونن به زمین، ولی ما فقط مصرف کننده ایم. بیایید به جنگ ساعت‌ها پای تلویزیون‌ها بشینیم، ساعت‌ها پای غیبت بشینیم، ساعت‌ها پای شبکه‌های مجازی بشینیم، در بالکن‌هامون، در پشتبون‌هامون، در پدیوهامون، تراس‌هامون، حیات‌هامون، هر جا که می‌تونیم، هر جا که می‌تونیم، از گلدون حتما باغچه لازم نیست. سعی کنیم طبیعت رو حفظ بکنیم و بهترین ثواب از دیدگاه من اینه که ما طبیعت زیبایی رو تحویل نسل آینده بدیم. دوستتون دارم، خدا یار و نگهدارتون.